درود بینندگان گرامی، برنامه اخبار آزادی است و امروز جمعه 2 آگوست. میزبانی برنامه من عبدالله اشرف هستم و حالا توجه کنید به سرخطی موضوع ها. وزیر کارهای خارجی وجود نیروی سوم در ماجرای مرزی تاجیکستان و قرغیزستان را تصدیق نکرد، ولی سراج الدین محری الدین از گروه های منفیت جوی نگران بوده است. اونجا میگوید گروه های زیادی هستند که منفیت دارن، از اونی که البته در این منطقه ناتینجی و نارامی باشد. داغی سودی تا آخر عمر، جامعه تاجیک به اصلاح شدن جنایتکاران و به ویژه زنان در زندان باور نمی کند. هزار اصلاح شده مدلی باشدن باور نمی کند. که پی راست گویدن باور نمی کند. بازی مثال روز شما روز گوید و باور نمی کند. پیروزی دسته منتخبی فوتبال نورسان تاجیک در جام انجمن فوتبال آسیای مرکزی. این مسابقه بین المللی 1 آگوست در دوشنبه به پایان رسید. سراج الدین محری الدین وزیر کارهای خارجه تاجیکستان گفت نیروی سوم در مرز با قرغیزستان وجود ندارد، ولی با اشاره به ملاقات رهبران دو کشور در مرز تاجیکستان و قرغیزستان او اظهار امید کرد که مشکل مرزی به زودی ها حل می شود. در نشستی روز جمعه وزیر همچنان در مسئله ایران هم اظهار نظر کرد. شادمانی یتیم با تفصیلات بیشتر. وزیر امور خارجه تاجیکستان گفت که موجودیت قوه سیوم در مرز با قرغیزستان را تصدیق نمی کند، اما آنجا گروه های زیادی هستند که در ناآرام کردن مرز منفیت دار می باشند. اما او از گروه های مشخصی در این زمینه نام نبرد. اونجا نهایت گروه های زیادی هستند که منفیت دارند، از اونی که البته در این منطقه ناتینجی و ناآرامی باشد، چون که بسیاری ها کروپسیا دست دارن و غیره ها. لیکن نسبت دیگر کشور ها من این را گفتن نمیتونم، چون که یکون چیزی رسمی ما نداریم. سراج الدین محری الدین روز 2 آگوست ضمن نشست خبری گفت که مسئله تعیین علامتگذاری سرحد بین تاجیکستان و قرغیزستان تاریخ طولانی داشته بسیار پیچیده است. وزیر امور خارجه تاجیکستان در حال به گروه های منفیت جو در نزاهای مرزی تاجیکستان و قرغیزستان اشاره کرد که روز گذشته رجبای احمدزاده رئیس ولایت سغد هم مناقشه های اخیر در مرز با قرغیزستان را کار گروه های غرضناک نامید، اما کی بودن آنها را شرح نداد. مناقشه ها در مرز تاجیکستان با قرغیزستان سری هر چند وقت سر میزند و از هر دو جانب کشته و زخمی به جای میگذارد. تنها در دو ماجرای اخیر 3 شهروند تاجیکستان کشته و بیش از 10 نفر از هر دو جانب زخمی شدند. وزیر کارهای خارجی همچنین در نشست خبری از بهتر شدن مناسبت با ایران خبر داد. سفر حیات ها و واخوری های مهم دو جانبه در سطح های گوناگون برگزار و از ضمن آنها دایره وسیع مسائل مربوط به تحکیم و گسترش همکاری های تاجیکستان و ایران مورد بررسی قرار گرفتند. قید کردن جایز است که در دوره گزارشی با سعی و تلاش نهادهای دخلدار تاجیکستان و ایران خط سیر مشهد دوشنبه مشهد از نو فعال گردید. مناسبت های تاجیکستان و ایران بعد از سال 2015 تا همین سال رو به سردی نهاده بود. در آغاز سال روان مقامات تاجیکستان و ایران پیام دادند که مشکل روابط تقریبا حل شده است. در اولی ماه ایون وزیر امور خارجه تاجیکستان به ایران رفت و به مقام های آن کشور گفتگو کرد. در جواب حسن روحانی برای اشتراک در نشست مشورتی همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا به تاجیکستان آمد. حالا جانب ها رسما نگفتند که مشکل بالاخره بین دو کشور پر را به پایان رسیده است یا نه. شادمان یتیم، مولا رجب یوسفی، آزادی دوشنبه. باز یک کشور اروپایی پوشیدن نقاب را منع کرد. این بار هلند که حدود 5% جمعیتش مسلمان است، پوشیدن لباس را که چهره را می پوشاند منع کرد. قبل از این فرانسه، دانیا، اسپانیا و چند کشور دیگری اروپایی قانونهای مشابه قبول کرده بودند. آرزوی کریم موضوع را ادامه می دهد. شروع از 1 آگوست در مکانهای جمعیتی و مؤسسه های تعلیمی ببر کردن لباس را رسما منع کرد که روی را می پوشاند. این محدودیت
به فرنجی و نوهای آن از جمله نقاب و برقه دخل دارد. پوشیدن آنها در مؤسسه های تعلیمی، بیمارخانه و نقلیات جمعیتی نیز منع شد. وزارت امور داخلی هلند از کارمندان پلیس دعوت کرد که اجرای محدودیت مذکور را نظارت و تأمین کند. من بعد ماموران حفظ حقوق اگر زنی را با نقاب بینند مجبور خواهند کرد که رویش را کشاید. در غیر صورت ورود او به بنا معن و 150 یورو جریمه بسته می شود. حدود 5% از اهالی هلند مسلمان هستند. اساساً آنها زادگان ترکیه، اندونزیه و مغرب هستند. بعضی از اداره های پلیس و مؤسسه های طبی هلند الکی آشکارا گفتند که بر رعایت قانون نو کسی را مجبور نخواهند کرد. پیشتر در فرانسه، دانیا، بلغاریا، استرالیا و بعضی از منطقه های شویتسریا و اسپانیا نیز پوشیدن لباسی که روی را پنهان میکند منع کرده شده بود. جنگلزور سیبری روسیه چند روز باز با مساحت برابر با بلژیا می سوزد. فرضیه نخستین سبب سرزدن آتش رد و برق گفته می شد. اما حالا فرضیه قصدن آتش زدن جنگل هم مطرح شد و مقامات به سنجش درستی این فرضیه ها پرداختند. کیومرثی عطا با تفصیلات بیشتر. آفت طبیعی و یا آتش زنی برقصدانه. نخست وزیر روسیه دیمیتری مدودف با دادستانی کل و کمیته تفتیشات دستور داد که تفتیش کنند سوختار در جنگل های سیبیر چگونه آغاز شد. از جمله این فرضیه را نیز سنجند که جنگل را برقصدانه آتش زدند تا که وسط جنگل بروی غیر قانونی روی پوش شود یا چیزی دیگر. ضمناً به صفحه آتش نشان ها هر بیان هم جلب شدند. به محل سوختار 10 هواپیما و 10 چرخبال فرستاده شده است. با سپارش سرفرمانده عالی قوه های مسلح و آتش نشانی در ولایت کراسنویارسک جلب شدند. عین زمان بنا به اطلاع وزارت حالت های فوق العاده آتش مساحت بیش از 3 میلیون هکتار جنگل را فرا گرفته است. معمولا این گوشه های دوردست و به آدمی تایگه است. محض به همین خاطر مقامات تا چند پیش به سوختار نشانی شروع نکردند، چون گفته می شد در آنجا ساکنان نیستند و این کار از جهت اقتصادی فایده آور نیست. آژانسی فدرالی ذخیره های جنگل می گوید حالا تنها در مساحت 116 هکتار سوختار نشانی ادامه دارد. مقامات به سوزش حدود 3 میلیون هکتار جنگل باقی مانده تنها مشاهده می کنند. مقامات می گویند رد و برقی که به جنگل خشک شده زد سبب سرزدن سوختار شد. در اداره گرین پیس در روسیه میگن عمق مشکل در تغییرات اقلیم است. به تاکید آنها مقامات وقت را تلف دادند و در آغاز سرزدن سوختار به خاموش کردن آن نپرداختند که در نتیجه وضعیت از نظارت بیرون شد. در رسانه های محلی منطقه سیبیر و اورال باشد فرضیه قصدن آتش زدن جنگل از سوی قاچاقچیان چوب زیاد مطرح می شد. همایش یافتن انسان به حیات آسایشته پس از رهایی از زندان در جامعه تاجیکستان آسان نیست. برای زنانی که از محبس رها شده در اکثر حالت آیله خود را از دست می دهند برگشتن به حیات معمولی دوچند دشوار است. چون جامعه به حرف آنها باور ندارد کاردهندگان به کار نمی گیرند. مستوره یک زنی محبوسی سابق با وجود روبرو شدن به ناباوری جامعه این مشکل را عبور کرده برای خود جای کار آفرید. زرنگزی نوروز شاه درباره داستان زندگی او و مشکل زنانی که زندانی شدند گزارش می دهد. آدمی جامعه نمی شمارد. خلاصی گفته باور نمی کنند. هزار اصلاح شدم دیگه باشتن باور نمی کنند. که پی راست گویدن باور نمی کنند. خوزی مثال روز شما روید گوید اخو باور نمی کنند. مستورا 9 سالی عمرش را در زندان سپری کرده است. بعدی 4 سالی تلاش و جستجوها برای دریافت راه نوی زندگی در آزادی بالاخره 2 ماه قبل او به کار نوی شروع کرد. هم کورسم کمک کردن اینجا که پروسش بانش خانه بایم کرد. همه از زیگه توزیع آزاد کرده همه چیزای خریده و اکدیم پول کلان کلان صرف کردیم بازی برای محصولات خام خریدم سومالا نرسته. 10 کیلو منه 40 کیلو آمدیم. خدا شکر مهلت قریب 2 ماه با. سال 2007 مناقشه با همسایه زندگی این مادر دو فرزند را به کلی تغییر داد. مستوره برای کشتار 25 سال حکم زندان گرفت. که پروسش ما ایادتی زنی هیوران با باین تو رفتیم دیم. خونه می بیام و بچه در نوی خونه دیم خیلی حوالی کاملت که من خودم نمیدنم چی بدنم دیگیم بچه.
بعدی داره کشاده دیدم بعد در اومدم که بچه هم مجنده با پول طلب این بلیت چه گود پول طلب کرد بعدی و زوروری تجاوز گفت زوروری اصلا برای زوروری کردنش این سلوچو گرفتار شدن. با گفته او از تمام زنهایی که همراهی او در زندان نورک نگهداری می شدند تنها یک گروه خورد شوهر داشتند. بقیه از زنانی تنها بودند که از نوداری دست به جنایت زدند. افزایش جنایتکاری از جانب زنان در این اواخر مقامات تاجیکستان را نگران کرده است. به اطلاع رسمی در نیم سال اخیر 1200 زنان و دختران جنایت صادر کردند که در مقایسه با نیم سال اول 300 تولد بیشتر بوده است. مده ها گناگون هستند، سبب ها گناگون هستند. اونجا با عیب قرضداری هم هست، با کشتار هم هست، با نشه جلوبی هم هست. یعنی این روز سبب ها مختلف هستند. لیکن زمان کمیته کار با زنان با این زن ها کاربری کرده استودند. خورسندیوار اون است که بعد از اصلاح جزای جنایتی بعد از اونی که زن ها از این محبس ها آزاد می شوند کمیته یک اقدام گرفته است که با همین زن ها بیوسته بعدی با آزادی برامدن کار کرده. در مجموع حالا در زندان زنانه نورک تاجیکستان 300 زن نگهداری می شود. مستورا که 9 سال عمرش را در زندان نورک سپری کرده است باور دارد که با تامین کردن زنان با جای کار و رفع مشکلات اجتماعی تعداد آنهایی که مثل او سالهای زیاد را پشت پنجره گذرانیدند کم می شود. دسته منتخب نورسان زیر 16 ساله تاجیکستان در دور نهایی قهرمانی انجمن فوتبال آسیای مرکزی تیم نورسان افغانستان را شکست داد و برای اولین بار در این مسابقات غالب شده با جام قهرمانی و مدال های طلا سرفراز گردید. نرزالله لطیف شورای ورزشی رادیو آزادی گزارش می دهد. دسته منتخب نورسان زیر 16 ساله فوتبالی تاجیکستان قهرمان انجمن فوتبال آسیای مرکزی شد. رستم امام‌علی پرزیدنت نوی انجمن فوتبال آسیای مرکزی به بهترین ها جایزه های این مسابقات را سپرد. دسته غالب تاجیکستان با جام قهرمانی و مدال های طلا سرفراز گشت. منتخب ازبکستان برای جای دوم با مدال های نقره و تیم ایران برای جای سوم با مدال های برنجی مکافاتانیده شدند. جایزه بهترین بازیگر به محمد واریس سیدعلیف عضو دسته منتخب نورسان تاجیکستان تقدیم گردید. بازی خیلی از اول بازی مشکل بود و ما فهمیدیم که مثلا جام در تاجیکستان مسابقه در تاجیکستان برگزار می‌گردد و ما باید جام که در تاجیکستان است ما باید جام را در تاجیکستان نگه داریم. فوتبال بازان نورسی تاجیک در دوری پنجم و نهایی قهرمانی انجمن فوتبال آسیای مرکزی تیم نورسان افغانستان را با حساب 1-0 شکست دادند و برای اولین بار در این مسابقات غالب شدند. حملگر عبدالفتاح خدایدادزاده در آغاز نیمه دومی دیدار توپ را با ضربه سر به هدف رساند. این بازی شب 1 آوگوست در شهر دوشنبه در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی برگزار شد. این مهنت زیاد در کار که غلبه را به دست بیاریم. برای ما تیاری خوب دیدیم به این مسابقه. بچه‌ها او نقشه‌ای که ما کشیده بودیم پیش از مسابقه، او تیاری که ما دیده بودیم، او بازی که رفیقانه که ما گذرانده بودیم، بچه‌ها او تاکتیکی که ما می‌خواستیم، بچه‌ها امروز در بازی نشان دادند، خوب بازی کردند و غلبه را به دست آوردند. ضمناً انجمن فوتبال آسیای مرکزی که ماه ایون سال 2014 تأسیس یافته است به یکی از 5 منطقه کنفدراسیون فوتبال آسیا شامل است. بیننده ارجمند اینجا برنامه امروز را به پایان می‌رسانیم. سپاسگزاریم که تا آخری برنامه ما را همراهی کردید. گزارش‌های دیگر در کانال آزادی ویدیو در یوتیوب گذاشته می‌شود. اخبار روز را در وبسایت رادیو آزادی www.azadi.org پیدا کنید. برایتان استراحتی با فراغت می‌خواهیم. تا دیدار بعدی خدا حافظ.